بیشتر صحبت کنیم در این باره با حمید نیکو، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کلن آلمان. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای نیکو، در رابطه با پدیده آوارگی و مهاجرت‌های اجباری در مناطق گرفتار شده در بحران مانند سودان و غزه و بحرین، چه راهکارهایی برای پایان دادن به این شرایط اسفبار وجود دارد؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. ممنونم. بس شود که در حال حاضر کشوری مثل سودان یک کشوری به لحاظ قومی مذهبی با دولتی ورشکسته هستش که همونطور که میدونید این بحران باعث شده که شرایط اقتصادی این کشور در هم شکننده و در مرز فروپاشی باشه و بنابراین کمک‌های بین‌المللی از این در این مسیر قرار گرفته که بتونن به این کشور کمک کنن، ولی کمک ها تا کنون کافی نبوده و مشکلات بسیاری رو برای این کشور به وجود آورده، به دلیل اینکه این کشور همچنان تحت کنترل گروه های نظامی، غیر نظامی و گروه های شبه نظامی محلی هستش. کشمکش های قومی مذهبی این کشور رو با بحران جدی انسانی و آوارگی بسیاری از مردم مواجه کرده. در مورد شرایط غزه هم به نوعی مسئله بحران انسانی هستش و این کشور و این منطقه با بحران انسانی روبرو هست و شرایط به گونه‌ای هستش که جهان به سمتی میره که ما با بحران انسانی و شرایط مهاجرت به دلیل بدی آب و هوا، تغییرات اقلیمی و همچنین مسائلی مثل گسترش کشمکش های قومی مذهبی روبرو هستیم، که در مورد غزه هم که یک مسئله طولانی مدت هست بین به هر حال جهان اسلام و جهان غرب که همچنین مسئله ادامه داره. بله، سپاسگزارم از توضیحات شما. حمید نیکو، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کلن آلمان.